در آستانه واریز چهارمین مرحله از یارانه نقدی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی از احتمال قطع یارانه و پرداخت کالا برگ خبر داده. موضوع بررسی می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، آیا دقیقاً چگونگی اجرای شدن اونچه که کالا برگ خونده میشه و اقلامی که به این وسیله توضیح خواهند شد اعلام شده؟ بیاد بیاریم که این سیاست الان تبدیل شده به یکی از قطب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، بنابراین خیلی مهمه. با این وجود ما اطلاع دقیق و وسیعی نمی‌بینیم که به هر حال حاکمیت اون رو اعلام بکنه و پای اون باشه. همین تأخیرهایی که تا الان انجام شده و اطلاعاتی که به هر حال با همدیگه ناسازگاره داده شده به مخاطبین، نشان میده که تصمیم گیری در این مورد بسیار به اصطلاح غیر معینه و ما نمیدونیم بگیم چه اتفاقی خواهد افتاد. باید دید که اون موقع که این کالا برگ ها اجرایی میشه چه اتفاقی خواهد افتاد، و تازه اون موقع هم معلوم نیست که اون قطعی باشه، ممکنه شاهد جزرومت های گوناگونی باشه. و آقای علوی، چه سیاست هایی در پس اجرای توزیع کالابرگی وجود دارند؟ دولت در پشت این ماجرا به دنبال چه هست؟ دولت دنبال اینه که اون ارزهایی که به هر حال وارد اقتصاد ایران میشه ابتداعا تخصیص بده به اون اولویت های خودش، یعنی مصارف رانتی، مصارف بقای حاکمیت و همچنین اون مشکلاتی که در خارج ایجاد میکنه، تنش هایی که در منطقه هست، و البته بخشی که باقی میماند را اختصاص بدهد به یارانه ها و معیشت داخل کشور. همچنین دولت تلاش میکنه که از دهک هایی که به هر حال پردرآمد خوانده میشه بگیره و بده به اون دهک هایی که کم درآمدتر هستند، برای اینکه خودش رو از زیر بار تکلیف معیشت مردم برهاند. و البته این دارای مشکلاتی خواهد بود، به این معنا که از منظر مصرف کننده اگر نگاه بکنیم، این به معنی اینه که کیفیت مصرف میاد پایین، مصرف کننده قدرت انتخابش رو از دست میده. اگر از منظر حاکمیت نگاه بکنیم، اون یک پولی دستش میاد برای اینکه بتونه تو چارچوب اقتصاد مقاومتی بقای خودش رو فراهم بکنه. البته از جنبه کلان اگر بخوایم نگاه بکنیم، این به معنای بهبود نیست، بلکه به معنی پایین اومدن کیفیت مصرف و البته ایجاد بازار سیاه و پیامدهای منفی که هر گونه کالا برگ با خودش خواهد داشت. و آقای علوی، این گونه توزیع کالا به نظرتون آیا میتونه که سقوط قدرت خرید شهروندان تحت تاثیر تورم رو ترمیم کنه؟ قدرت خرید مردم در دهه اخیر به خصوص بسیار و به شدت کاهش پیدا کرده و این افزایش حقوق ها مثلا یا دادن بسته های حمایتی یا فرضاً همین کالا برگ ها نمیتونه اون رو ترمیم بکنه. چرا؟ برای اینکه این کاهش قدرت خرید نهادینه شده و افزون بر این. بیاد بیاریم که ما نشانه هایی که در مورد تورم میبینیم در آینده، مثل افزایش نقدینگی، مثل کسری بودجه دولت، مثل افزایش قیمت ارزهای بین المللی، هیچ نشانی نداره که ما شاهد ثبات باشیم در اقتصاد ایران و بخصوص در عرصه تورم. بنابراین تورم ادامه خواهد داشت و این بسته ها یا این کالا برگ هایی که اجرایی میشه میتونه اندکی تأثیر بگذاره، ولی این اندک نمیتونه ترمیم بکنه تمام اون قدرت خرید از دست رفته به هر حال مردم و مصرف کنندگان. بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان، از اینکه با ما همراه بودید.